نفرت پراکنی و گسترش بیگان حراسی به خصوص در کشورهای غربی و نسبت به مسلمانان در حال رشد است و افرادگرایان حمله کننده به اقلیتها از ابزار آزادی بیان برای رسیدن به هدف خود سوء استفاده می کنند. علی اکبری گزارش می دهد. فرناندو وارنس گزارشگر سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها در گزارش جدید خود نسبت به سوء استفاده اغلب رسانه های اجتماعی از آزادی بیان برای گسترش نفرت، تعصب و خشونت علیه اقلیت ها هشدار داده و خواستار یک معاهده بین المللی برای مبارزه با این مسئله فراگیر شد. وی عنوان داشت که هولوکاست از اتاقهای گاز شروع نشده و نفرت پراکنی رسانه های وقت آلمان نازی شروع این جنایت فراموش ناشدنی بودند. استفاده از کلمات تحقیرآمیز علیه اقلیت‌ها و رواج آنها می‌تواند مقدمه تاریک بر شروع پاکسازی و حذف اقلیت‌ها باشد مسئله که تاریخ معاصر بر آن مهر تایید نهاده است در حالی که بیش از سه چهارم موارد گفتمان نفرت پراکنی اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد مسئولیتی بر عهده کسی نیست و اقدامی بر علیه آن صورت نمی‌گیرد به گفته وی این تهدیدات میتواند منجر به جنایت گسترده نقض حقوق بشر و در نهایت درگیری احتمالی شود. دولت ها جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی وظیفه دارند گامهای بیشتری در جهت اجرای کامل و موثر تعهدات حقوق بشری بردارند. گزارشگر ویژه همچنین بر ضرورت ایجاد یک معاهده بین المللی در زمینه مبارزه با نفرت پرانی تأکید کرد و لازمه امروز جهانی برای مقابله با این تهدید را ایجاد چارچوب نظارتی مبتنی بر حقوق بشردان است و معتقد است با ایجاد یک معاهده بین المللی دولت ها، رسانه ها و شبکه های اجتماعی امکان نفرت پراکنی کمتری را خواهند داشت اخیرا نیز احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آزادی ادیان و اعتقادات طی گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره رشد نفرت و خشونت علیه مسلمانان در سطح جهان هشدار داد شهید در گزارش خود بدون نام بردن از حکومت خاصی اعلام کرد که شمار زیادی از کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و جهانی به صورت چشمگیر مسلمانان را هدف قرار دادند و به بهانه گرایی و تهدیدات امنیتی محدودیت های جدیدی را علیه آنها اعمال می وی همچنین با اشاره به این که گفتمان اسلام حراسی تبعیز سازمان یافته دولت و خشونت علیه مسلمانان را افزایش داده است افزود بدین صورت مسلمانان شاهد محدودیت آزادی دینی و اعتقادی و حقوق بشر بوده و خواهند بود.